از این طرف داریم ما فوش میخوریم بابت صدا و سیما، درست یا نه؟ داریم فوش میخوریم بابت صدا و سیما. از اون طرف صدا و سیما دست همیناست، خدا گواه دست همیناست، صبح تا شب آنتن صدا و سیما دست همیناست. برنامه حال و خوشی دست کیه؟ آی رشید پور انتخاب سمت کی بود؟ روحانی دوست داره. مگه نمیچرخید شهر به شهر میگفت آی روحانی رای بدی؟ کجا سر نتیجه حرف زدن؟ غوغای روحانی نگر. شاید دیگه مطمئن شدیم که انتخابات نتیجهش با دلخواه ما بوده که اون غوغا نیست. مگه نمیگفتید دلار 5 تومن خواهد شد؟ کلان جوابگوی بدبخت شدن مردمه. هر دیروز آقای دکتر روحانی لعنت دارید آقای بر کسی جهانگیری سمت راست بشه که این شرایط محترم دفاع سمت چپ بشه با استاد داره میگه که لعنت کنید مسبب این مسئله رو. ایشون میگه، بعد میگه حالا ببینیم کیو باید لعنت کنیم. میگه آمریکا رو لعنت کنید، صهیونیسم رو لعنت کنید، ارتجاع منطقه رو لعنت کنید. ارتجاع منطقه یعنی یا کشورهای عربی که اونا کار خراب کردن، هیچ مشکلی از سمت ما نیست، مدیریت داخلیش بود. بنده به شما میگم سر ماجرای بالا رفتن نرخ ارز آمریکا بی تقصیره. لعنت بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اما آمریکا چیه؟ بی تقصیر. گه پترام پدر سوخته است، اما گردن ترام نندازید نامردی. خب اینا اگه جواب داشته باشم با تک تک این حرفا میان علمی بحث میکنم. کارش میکشه کجا؟ زنگ میزنم به یکی از همین سلبریتیاشون، همون سلبریتیا که عقلتون رو دارید دستشون، نوش جونتون. به احترام سید محمد خاتمی، شرفش و اعتبارش دیگه فقط سرمایه خودش نیست، سرمایه ما، سرمایه اصلاحات، سرمایه تغییر برای ایران و پشتوانه آینده ماست. روش جونتون، خودکرده را تدبیر نیست. یارو دست فرق دست چپ و راستش تو سیاست اقتصاد نمیفهمه. همین اون سلبریتی ها رو من دعوت میکنم به مناظره. یکیشون خیلی آدم جالبیه، گفته خب اگه اینا نمیادن دلار میشه 40,000 تومان. حالا میگفتی 100,000 تومان کنترل که نمیندازه، کی به کی رو چه حسابی دلار میره بالا قیمتش؟ یه توضیح علمی به ما بده. اگه نذارید زیرش سواد ندارن بابا، این آدم چه میفهمه؟ دریوری کنترل که نمیندازه خرجش کن بره. اینا مال مردمن مگه؟ اینا مگه با مردمن؟ مگه اینا از مردمن؟ مگه اینا برای مردمن؟ مگه اینا نماینده مردمن؟ اینا کجا دادشون در اومد؟ اونجایی که عوارض خروج گرون شد، دقیقا همونجا که خودشون پول میدادن. کجا دادشون در اومد؟ اونجایی که دلار رفت بالا و اون آقایی که برای پسرش میگفت ما 10,000 دلار میفرستم اون طرف، حالا 10,000 دلار حالا سه برابر باید پول میداد.